داناترین دانایان، سعید جویدزاده هستم از مؤسسه چشم‌انداز شیراز. امیدوارم در هر جای گوری خاکی که هستید شاد و پیروز و سربلند باشید. به وبسایت ما سری بزنید، amarpage.ir، این بالا هست میتونید ببینید، و با شماره 0938-225-274 با ما در ارتباط باشید. با مجموعه آموزشی نرم افزار SPSS در خدمت شما هستیم. امیدوارم که ویدیوهای قبلی مورد پسند شما قرار گرفته باشه. ویدیوها رو ادامه میدیم و گام به گام با شما جلو میریم، و شما میتونید در حین کار با SPSS اگر به مشکلی برخوردید با من تماس بگیرید. خب در ویدیو قبلی در رابطه با انواع جداول فراوانی صحبت کردیم که چطور جداول فراوانی رو در SPSS ترسیم کنیم، و حالت‌های مختلف گفتیم و از فیلترهای مختلفی استفاده کردیم. ولی نرم افزار SPSS این امکان رو فراهم آورده که شما بتونید جداول فراوانی دو بعدی سه بعدی تولید کنید. البته منظور از جداول دو بعدی و سه بعدی اینه که مثلا شما برای میزان تحصیلات و جنسیت همزمان یه جدول فراوانی داشته باشید که بیاد SPSS اینو واسه شما محاسبه کنه. مثلا میزان تحصیلات رو در خانم‌ها و میزان تحصیلات رو در آقایون با هم تهیه کنیم، با هم داشته باشیم. وقتی که چنین کاری رو می‌خوایم انجام بدیم، باید سراغ کراس تاب بریم، یا جداول متقاطع یا جداول توافقی. کراس تاب می‌تونه این کار انجام بده. حالا جداول متقاطع یا کراس تاب اینجوریه که یه سطرشو یه متغیر در یک سطر قرار میدیم، متغیر بعدی هم در ستون قرار میدیم، و بعد مثلا ردیف و میزان تحصیلات قرار میدیم و ستون و جنسیت قرار میدیم. و با این کار ما می‌تونیم یک جدول توافقی داشته باشیم یا متقاطع به نام کراس تاب، که خیلی هم کاربردیه و بارها در پژوهش و در پایان‌نامه‌ها، مقالات و رساله‌ها از اون استفاده میشه. برای اینکه من چنین کاری رو انجام بدم و به جداول متقاطع یا کراس تاب برسم، وارد آنالیسیس میشم و بعد وارد آمار توصیفی میشم و بر روی کراس تاب کلیک میکنم. پس من وارد آمار توصیفی میشم، بر روی کراس تاب یا جداول متقاطع کلیک میکنم. وقتی که کلیک کردم، حالا میام میزان تحصیلات و تو ردیفا قرار میدم، و بعد جنسیت رو به ستون اختصاص میدم، و بعد برای اوکی کلیک میکنم، اصحایی میکنم جدولی واسه شما. البته اینجا ارور داد، و ارورش به خاطر اینه که شما وقتی که از فیلترها استفاده کردید نمیتونید این کارو کنید. خب من وارد فیلترها میشم، همش رو چک میکنم. خب این که درسته. خب سلت کیس هم ری آر قرار میدم، اینم درسته. در واقع کارهای قبلی رو که انجام دادم با یکی بروی ببین اینجا، چون من اومده بودم و بروی یه گزینه قرار داده بودم، یعنی در واقع از اسپریتو همینجور لحاظ کردن نمیتونست تایید کنه. حالا اگر من کراس تاب رو بخوام دوباره اجرا کنم، بروی آنالیسیس میرم و آمار توصیفی و بروی کراس تاب کلیک میکنم، و بعد در یک ستون میزان تحصیلات، در سطر میزان تحصیلات، در ستون جنسیت قرار میدم و بر روی اوکی کلیک میکنم. اگر دقت کنید، نرم افزار SPSS این کار واسه من انجام داد و اومد در واقع تحصیلات رو توی ردیف قرار داد و جنسیت رو در ستون قرار داد، و گفت که خانمایی که زیر دیپلم هم اینقدر هستن و آقایون هم که زیر دیپلم هستن اینقدر هم، و مجموع اینا اینقدر شده. خب یک جدول متقاطع یا کراس تاب بود که من واسه شما تهیه کردم و به شما یاد دادم. امیدوارم که از این پیجش‌ها بتونید در مقالات، پایان‌نامه و رساله خودتون اضافه کنید. نکته دیگر این که ما میتونیم با کراس تاب این امکان فراهم آورده که شما بتونید متغیرهای بیشتری به این اضافه کنید. اگر شما دوباره به آنالیسیس برید، آمار توصیف و کراس تاب رو کلیک کنید، شما مثلا میتونید یک متغیر مثل میزان شاغل یا بازنشستگی رو اضافه کنید و برای اوکی کلیک کنید. الان دیگه شما سه متغیر دارید. ببینید میزان شاغلینی که زیر دیپلم هستن و زن هستن اینقدر هستن، شاغلینی که زیر دیپلم هستن و مرد هستن تعدادشون اینقدره، یا بازنشسته هایی که زیر دیپلم هستن تعدادشون اینقدره، و بازنشستگی هایی که زیر دیپلم هستن و مرد هستن تعدادشون اینقدره، و مجموع اونا رو محاسبه کنید. و خیلی خوشگل و زیبا این کارو واسه شما انجام داد که من می‌بینم در رساله ها و مقالات خیلی از این جدول استفاده میشه. امیدوارم که بتونید کراس تاب ها رو در پژوهش‌های خودتون به کار ببرید.